سلام بانو ابراهیم خیل، سپاس که دعوت ما را پذیرفتین. بانو ابراهیم خیل، اگر در آغاز برم بگوین که چرا انگیزه گرفتین که به اعتراض های بانوان بپیوندین؟ سلام به شما. قبل از اینکه اعتراضات خانما شروع شود، بعد از سقوط افغانستان، بعد از طالبان، ما فعالیت های داشتیم به دوره جمهوریت و دوره قبل هم که ارگای جنایات سرپر گروهی صورت می گرفت، ما صدا بلند می کردیم. البته وقتی که حکومت ما خاموشی اختیار می کرد، ما صدا بلند می کردیم تا که صدای مردم مظلوم ما شنیده شود. و الهی که افغانستان به دست طالبان سقوط کرد و ما و بقیه دخترها انگیزه گرفتیم که نباید صدا را خاموش بسازیم و اجازه ندیم که تاریخی که قبلا بار اول که طالبان برای خانم ما آوردند او دوباره تکرار شود. انگیزه خیلی زیادی در زندگیم داشتم، انگیزه هایی که از درد و عقدایی که داشتم سرچشمه می گرفت. و اساسی ترین و بزرگترین انگیزه که من در مقابل طالبا داشتم و صدا بلند کردم، انگیزه بود که من از تبسم سربریده گرفتم که سربریدهش به هیچ دلیل سرش بریدن و دختری که هنوز از دنیا خبری نبود سرش بریدن. چون من یکی از کسایی هستم که برادرم در عملات انتحاری طالبا قربانی شد و چشمش از دست داد. وقتی که من به برادرم می دیدم، وقتی که من می دیدم که طالبا پدرم از بین بردن، من انگیزه می گرفتم که من نباید در مقابل طالب خاموش باشم. و اگر من اجازه بتم و من خاموش باشم، نسل که بعد از می آید، او هم گوه همی آلت ها می باشم. بانو نجرابی، مشخصا از روز که شما بازداشت شدین، از او برم بگوین که طالبا چطور آمدن شما را بازداشت کردن، کجا بودین شما او روز؟ خب روزی که من بازداشت شدم 19 جنوری بود. من و مادر جانم و خواهرم و شوهر خواهرم و دو طفلش رفته بودیم به دکتر. در راه برگشت از دکتر به طرف خانه، در یکی از جاده های پر ازدحام از این پنج که امروز که من دستگیر شدم، کلان اوضاع سرکا محدود بود و هیچ کسی هم در روی سرکا دیده نمی شد. یعنی عصر و شام بود که طالبا مرا دستگیر کردن. ابتدا شوهر خواهرم از موتر پایین کردن با لتکو و شکنجی که انجام دادن و بعدش با نشان دادن اسلحه و شکنجی روحی بالای طفلا تانستن که مرا از موتر پایین کنن با خود ببرن. پروانه جان، شما زمانی که زندان شما را بردن، در اوج پلیس زن بود یا نبود و از وضعیت زندان قصه کنین؟ خب وقتی که به زندان مرا بردن، اصلا من خانه میره ندیدم کمرا از اونا کار کنم. و چون وقتی که مرا بردن چشمایم بسته بود و چشمایم بسته کردن و یک پتوی دیگر هم بالای من انداختن که مثلا جای دیده نتانم، گویا که یک نفر که ترورست بزرگ باشه اونا با خود میبرن با سی عسکر طالب و محترهای رنجر و محترهای شخصی که اونا آمده بودن به گرفتاری من. و بعدش وقتی که مرا به یک جای انتقال دادن، مردا بود جایی که صدای مردا مدام میشنیدم و مدام میگفتن که از بنگ برای ایدقت زندگی را نداره، اید مقابل حکومت اسلامی ساده میشه. و همسال از این صدای را من میشنیدم. بالاخره که به اتاق مرا برده و چشمای ما باز کردم، وقتی که چشمای ما باز شد، من خانم را ندیدم، همراهشان خانم نبود، همشان مردا بودن و پتو پیچان بودن و نی خانم را من در کل همراهشان ندیدم که کار کنم. یعنی تمام نگهبانان و از طرف کسایی که شما نگهداری می شدین، همشان مرد بود؟ بله، همشان مردا بودن و مردای بودن که حتی وقتی که ما یک مشکل می داشتیم که قرار می بود برای خانم بگویم، بله ما مجبور می شدیم که من برای آقا بگویم که من این مشکل را دارم. اونا نمی فهمیدن که من از کدام مشکل با اینا صحبت می کنم و مدام می گفتن که تو چرا نماز نمی خوانی و تو چرا قرآن نمی خوانی. من بهشان میگفتم من مشکل دارم، من نمیتونم بخونم، من نمیتونم به قرآن دست بزنم، ولی اونا میگفتن که تو بهانه میکنی. چند مدت در زندان بودین؟ از برخورد طالبا بگوین، اونا امرایتان چیگونه برخورد میکرد، برعلاوه ازی که از شما میخواست یا نماز بخونین یا تلاوت کنین؟ مدت یک ماه که من در زندان طالب بودم، برعلاوه که شکنجی فیزیکی من میشدم، مدام شکنجی روحی هم میشدم. و روی که در زندان طالب ما دیدم دور از تصور، دور از باور انسانی می باشه.
حتی هنوزم که ما به زندان طالب یاد میکنم، به زندان طالب برای من یعنی به یادم میایه، به زندان طالب من صحبت میکنم، واقعا جلو اشکای ما گرفته نمیتونم. و وقتی که شکنجه از اونا به یادم میایه که وقتی من شکنجه میشدم، چادرم میفتاد و اوجا هیچ دینی نبود که بگه که دختری که چادرش میفته چرا اجازه میتین یعنی چادر ازی بفته. حالا که میبینیم چقدر محدودیت وضع میکنن بالای خانم ها، بنابراین که پوششون باید اجباری باشه، ولی در زندان این مسئله نبود. در زندان به بدتری نه و شکنجه میکردن، توهین تحقیر بود و حتی به مرگ مرا رضا ساخته بودن که من قصد جدا کردم که از بین برم. بانو نجرابی، اگر یک کم امی موضوع را واضح تر کنین، شما شکنجه یادآوری کردین، اونا چگونه شکنجه فیزیکی، آیا شاکای برقی بود یا نوع دیگهش بود؟ خب وقتی که من در محتر بردن طالبان در قسمت های لیسه نادری کابل رسیده بودم که من نفهمیدم کدام از اینا اول سری را بروی من بار کرد. وقتی که امروی سری در روی من زد تو من فکر کردم که این سیدی نبود، بلکه کدام چیز بود داریم خورد که حتی از کدام گوشم دارم میکفن. بعدش من به فریاد زدن شروع کردم که گناه من چیز که مرا به این شکل شما امروی سیدی زدیم. بعدش دیگهش گفت که تو خفه شو، تو خیستی، یعنی به ما اصطلاح خودشان بگیم که تو خیستی و در مقابل امارت اسلامی صدا بلند کردی، حکومت که ایره خداوند خودش قبول کردم. بعدش یک سیلی دیگه برویم خوردم. وقتی که سیلی دوم را که من برویم خوردم از دهن خون آمد. وقتی که من خون دیدم دوباره چیغ زدم، گفتم که این شما این مردی تون کجاست، این غیرت تون کجاست که شما داد از غیرت میزنین، با یک خانم به میشکل رویا میکنین، با یک اسیر و همه قسم گفتم رویا میکنین، آیا در دینتان، آیا در کتابی که شما میگین، آیا پیغمبری که شما میگین با میشکل با اسیر رویا میکرد که شما رویا میکنین؟ خب چون من بیشتر فریاد میزدم و کوشش میکردم که از محتر خود پایین بندازم، اونا خواستن که مگنب مرا خاموش بسازن، ولی اونا خواستن امرای کنداغ و تفنگ مرا خاموش بسازن. من یک اکسر من از خود نشان دادم که من بودا به جان مصابت کنه کنداغ و تفنگ که در این قسمت های پشت سرم خورد. بعدش که ای دوباره به می شکل که مرا لطکوب کردن، من بازم به فریاد زدن شروع کردم. بالاخره بر من شاک برقی استفاده کردن که من از فریاد زدن ماندم و دیگه من نفهمیدم که اینا مرا لطکوب میکنن، اینا مرا کجا میبرن، اینا میخواین چیکار کنن. فقط در قسمت چاروی شهید هنگرهای کابل رسیده بودیم که یکی از اما اشخاص طالبا برای من گفت که میفهمیم برای چی کار میکنیم. گفتم یا مرا میکشین یا بندی میکنیم. گفت نه، کار میکنیم که تو به مرگت رضا شوی. به من گریه کردم، گفتم مرا فرخنده نسازین، گفتم نگذارین که تاریخ فرخنده دوباره تکرار شود. و بالاخره به ما تعمیر بودن بردم و من در تعمیری که رسیدم، وقتی که دیدم شوهر خوارم داره شکنجه میشه و صدای شکنجهش میشنم که تو چرا اجازه دادی خانمت و خواهرش برن به تظاهرات، تو خو یک مرد بودی، لاقل تو اجازه نمیدادی. باز من دوباره به فریاد شروع کردم، با وجود که وجودم از درد میسوخت و یک درد بسته وجودم گرفته بود و من مدام گریه میکردم. بعدشان ازشان دوا خواستم، گفتم برام یک پاراسومول بدین، من مریض هستم، من میمرم از درد. بانو نجرابی، کوتاه در اخیر میخوایم بشنوم، فعلا از لحاظ روحی چه احساس میکنین، خوب شده نسبت به قبل؟ خب از لحاظ روحی اگر بخوایم ما خوب شده نمیتونم، چون بعد از زندان در کابوس ناتمام ما ماندیم که اصلا نمیتونم از اون نجات پیدا کنم. وقتی که در رسانه و سوشل میدیا میبینم که دخترای معترض ما را در بند میگیرن، یک درد از من تازه میشه و به یادم اون روزای دشوار زندان میفتم که وقتی که برای من حکم سنگسار داده بودن، یک آرزوی من مبدل شده بود برای اینکه کلاه مینی داشته باشم یا نه، نگونا مرا سنگسار میکنن به سرم نخورم. من آرزو داشتم که یک جمپر خیلی زخیم میپوشیدم تا که به من اونا سنگ میزنن یا سنگ پرتاب میکنن من اذیت نشم.